أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وأخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدرا وشمارا بتقوى داري خداوند مهربان وسيط من مؤيم و متذکر می گردم که بهترین کتاب کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی بتقوى الله عز و جل، فإن اصدق الحديث كلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان درس للنساء، درس برای خانم ها، درس برای خانم ها می باشد، به عنوان درس یا موعظه حسنه یا کلمات خوبی که تقدیم می گردد بالخصوص برای همشیره های مسلمان ما، و درس شامل و کامل می باشه برای یک فامیل مسلمان. استفاده هر فرد مسلمان از این درس انشاءالله صورت خواهد گرفت و بالخصوص برای همشیره های مسلمان ما. سوال: چرا به شکل مخصوص درس را داشته باشیم برای همشیره ها؟ از ضمن جواب های بسیار بسیطی و بسیار خوبی آن که اکثرا دوستان و عزیزانی که پروگرام اسلامی ما را بالخصوص تعقیب می نمایند طبقه اوناس می باشند. اکثرا دوستان ما که درس اسلامی ما را، درس اسلام در غرب را مشاهده می نمایند، اکثرا از طبقه اوناس می باشند و همچنان ممکن در آینده های قریب درس را داشته باشیم به عنوان درس للرجال، درسی باشد که به عنوان درس یا موعظه حسنه برای مردها. اما درس امروزه ما درس مخصوص برای همشیره های مسلمان ما می باشند در یک فامیل مسلمان انشاءالله. و کتاب زیبایی را سر دست دارم به عنوان پنجا وصیه من وصایا الرسول صلی الله علیه و سلم للنساء. پنجا وصیت یا موعظه حسنه، درس خوبی، حدیث مبارک، 50 حدیث، 50 وصیت خوبی از ضمن وصایای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای طبقه اوناس، برای خانم ها، برای همشیره های مسلمان ما. کتاب زیبا و خوبی می باشد و
در هر وصیتی که ذکر می‌گردد در شرح آن احادیث بیشتری ذکر می‌گردد و همچنان آیات قرآن کریم در این کتاب می‌باشد به ارتباط تربیه، ادب، حیا، ایمان، عبادت، مسائل عقیدوی بالخصوص که ارتباط می‌گیرد با همشیره‌های مسلمان ما. 50 وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. 50 وصية از ضمن وصیت‌های پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم برای همشیره‌های مسلمان ما. کتاب زیبا و کتاب خوبی است. از متن این کتاب کلمات بیشتر درس امروزه انتخاب شده است و مجموعاً 25 حدیث مبارک را انتخاب کردیم. از ضمن 50 حدیث یا وصیت خوب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 25 آن را انتخاب کردیم در درس امروزه و یک ساعت مجلس زیبا و مجلس خوبی را با هم داریم. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند و همچنان ناگفته نماند که اکثرا دوستان و عزیزانی که درس اسلامی ما را از لحاظ مالی بالخصوص تقویه و حمایت می نمایند همچنان طبقه اوناس می باشد. طبقه اوناس همشیره های صالح و مسلمان جامعه مهاجر افغانی ما در غرب بالخصوص در امریکا و اروپا بالخصوص در امریکا. برادران و خواهران مسلمان در اساسات درس امروزه داخل می گردم و موعظه حسنه و درس زیبایی بالخصوص برای همشیره های مسلمان ما می باشد و همچنان برای تمام فامیل مسلمان موعظه حسنه و درس خوبی می باشد انشاءالله. در راه جمع‌آوری درس امروزه زحمات متواضع و خوبی کشیده شده است. آرزو داریم که خداوند مهربان از همه ما شما قبول بدارد و ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید. کسانی که منتظر درس های اسلامی ما می باشید هفته به هفته از همه تان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم و همچنان از تلویزیون آریان افغانستان که همیش درس های دینی ما را به خدمت شما با وقت معین با وجه احسن گذاشته اند از همشان قدردانی و تشکر خاص را همچنان می نمایم و باز هم تکرار می نمایم کسانی که درس های اسلامی ما را از لحاظ مالی تقویه و حمایت می نمایند بالخصوص همشیره های مسلمان ما، بی بی حاجی های مسلمان ما که زحمات را می کشند و از مال خود میگذرند و درس های اسلامی ما را تقویه و حمایت می نمایند از همهشان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم. جزاکم الله خیرا، خداوند جزای احسن را به نصیب همهتان بگرداند و خداوند از همهتان قبول بگرداند انشاءالله. از ام سلمة رضی الله عنها روایت شده انها قالت للنبی صلی الله علیه و سلم، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یا نبی الله، ای پیغمبر خداوند، ما لی اسمع الرجال یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرن. همیش میبینیم که مردها در قرآن کریم ذکر میشوند، خانمها ذکر نمیشوند. فانزل الله تعالی، خداوند مهربان آیت مبارک 35 سوره الاحزاب را نازل گردانید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات، مردهای مسلمان و خانمهای مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، مردهای مؤمن و خانمهای مؤمن. و همیش کلمات ایمانی که در قرآن کریم ذکر میگردد هر دو را در بر میگیرد، مانند که در آیت شریف ذکر میگردد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که صاحبان ایمان هستید، هم مرد هم خانم مخاطب قرار میگیرد به این که هر دو صاحبان ایمان می باشند. اما در این آیت مبارک به شکل مخصوص تذکر برای مردها و خانمها همچنان صورت گرفته است. ان المسلمین والمسلمات، مردهای مسلمانان و خانمهای مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، مردهای مؤمن و خانمهای مؤمن، والقانتین والقانتات، مردهای قانت و خانم های قانت. قانت به معنی این که قلب هایشان با خداوند مهربان پیوند می باشد. و الصادقین و الصادقات، کسانی که صادق هستند، مردها و خانم ها. و الصابرین و الصابرات، کسانی که صفت صبر را دارند، مردها و خانم ها.
والخاشعين والخاشعات کسانی که خشوع اطمینان و آرامش و ایمان در قلبهایشان می باشد مردها و خانمها والمتصدقین والمتصدقات کسانی که صدقه خود را تقدیم می دارد مردها و خانمها والصائمین والصائمات کسانی که روزه می گیرند مردها و خانمها والحافظین فروجهم والحافظات و کسانی که شرمگاه خود را عورت خود را حفاظت می نماید مردها و خانمها والذاکرین الله کثیرا والذاکرات و کسانی که ذکر خداوند مهربان را می داشته باشند مردها و خانمها اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما خداوند مهربان مغفرت و اجر بزرگ را برایشان تهیه گردانیده است والذاکرین الله کثیرا والذاکرات کسانی که ذکر خداوند مهربان را زیاد می داشته باشند مردها و خانمها اعد الله لهم به شکل عموم برای کسانی که صفاتشان ذکر گردید در این آیت مبارک اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما مغفرت و اجر بزرگ را خداوند مهربان برایشان تهیه گردانیده است آیت مبارک 35 سوره الاحزاب برادران و خواهران مسلمان فیما یلی نذکر بعض الاحادیث بعضی از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را ذکر می نماییم و همچنان والاقوال و بعضی از اقوال علماء کرام و اشخاص صالح و خوب به شکل موعظه حسنه بالخصوص در لحظات اخیر پروگرام امروزه و النصائح القیمه و نصیحت های خوب برای هر فرد در یک فامیل مسلمان هر فرد مسلمان در یک فامیل و النصائح القیمه و خصوصا لأخواتنا المسلمات بالخصوص برای همشیره های مسلمان ما و ان کان الدرس یحتوی على نصائح للأسرة بشکل عام و در درس محتوای درس نصیحت های خوب برای یک فامیل مسلمان می باشد فإن للمرأة المسلمة نصیبها بشکل خاص و بشکل مخصوص برای همشیره مسلمان در یک فامیل مسلمان نصیحت خوب و وصیت های خوب ذکر می گردد من هذا الدرس الاسلامی از ضمن این درس اسلامی ان شاء الله تعالى ارجو من الله تعالى ان يزيدنا علما وهدى وتقوى و آرزو داریم که خداوند مهربان علم و هدایت و تقوای ما شما را بیشترتر و اضافه‌تر بگرداند و ان یرشدنا لما فیه الخیر و الصلاح و همه ما شما را خداوند ارشاد و هدایت نماید در آن چیزی که خیر و صلاح دنیا و آخرت ما شما می باشد انه علی کل شیء قدیر خداوند قدرت دارد سر هر چیز آمین یا رب العالمین 25 موضوع یا وصیت خوب یا احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از کتابی که متذکر شدم 50 وصیت از ضمن وصایای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای طبقه اوناس برای خانم ها همشیره های مسلمان و صالح مسلمانان خوب همشیره های مؤمن و صالح و 25 مثال یا حدیث مبارک را داریم اولا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صفیه بنت عبد المطلب برای عمه خود می فرماید ای صفیه دختر عبد المطلب یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم دختر خودش يا بني عبد المطلب أي أولاد هاي عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا من براي شما چيز را ندارم توان إن را ندارم كي فردا روز شما را از آتش نجات دهم انقذوا أنفسكم من النار شما خودتان نفس هاي خودتان را از آتش نجات دهيد إني لا أملك لكم من الله شيئا حساب شما خودتان ميفهمد با پروردگارتان سلوني من مالي ما شئتم و اگر کدام مسئله مالی باشه مسئله دنیوی باشه از مال من سوال کنید اما با ارتباط آخرت هر انسان به حضور پروردگارش استاد می شود و از هر فرد سوال می شود رواه الترمذي دوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة
يا عائشة الصديقة رضي الله عنها إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله خداوند مهربان رفيق است يسر سهولت را دوست دارد در تمام مسائل رفيق رفق سهولت آسایش را دوست دارد رواه البخاري ومسلم از آسایش استفاده نمایید در خانه تان زندگی خوبی را داشته باشید یسر و سهولت را همیش در میان بگذارید سوم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عائشه ان الله لا يحب الفاحش المتفحش ای عائشه رضی الله عنها خداوند دوست ندارد آن کسی که بضاعت زبان را داشته باشد زبان خود را کنترل نمایید حمایت نمایید بضاعت زبانتان برای هیچ کسی نرسد رواه ابو داود نه بضاعت زبان مرد نه بضاعت زبان خانم و بالخصوص درس زیبایی برای همشیره های مسلمان می باشد و مخاطب در حدیث مبارک بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها می باشد چهارم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یا اسماء ای اسماء بی بی اسماء رضی الله عنها همشیره بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها می باشد یا اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أي أسماء هنگامی که خانم یا دختر بسن حیض بسن بلوغ برسد بغیر از دست و رویش چیز دیگری باید دیده نشود حجاب اسلامی و لباس اسلامی خود را باید مراعات نماید دست را اجازه داده و روی را اجازه داده در این حدیث مبارک و کلمات زیبا و خوب وصیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای خانم های مسلمان می باشد رواه ابو داود پنجم ان عائشه رضی الله عنها قالت بی بی عائشه رضی الله عنها فرمودند كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خانم های مؤمن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد مبارک نماز فجر را در جماعت ادا می کردند نماز فجر را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد در جماعت می خواندند طبقه معینه یا عده از خانم ها بودند که در نماز فجر همچنان در مسجد نبوی شریف حاضر می شدند متلفعات بمروطهن ای متلفحات باکسیتهن لباس های اسلامی خود را مراعات می کردند با پرده و با حجاب بودند ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس نماز های خود را می خواندند و بعد از نماز به خانه های خود برمیگشتند در تاریکی به مسجد می رفتند و بعد از نماز فجر همچنان تاریکی کم و بیشی که می بود یا سفیدی که هنوز هم آفتاب نبرامده به عجله پس دوباره به خانه های خود بر می گشتند و هیچ کسی این خانم ها را نمی شناختند به اینکه در تاریکی می رفتند و روشنی نمی بود هنگامی که بر می گشتند از مسجد و لباس های اسلامی خود را حجاب اسلامی خود را مراعات می کردند حدیث مبارک رواه البخاری و مسلم ششم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم هنگامی که همشیره مسلمان تکلیف موار خود را داشته باشد در قسمت حیض خود باشد نماز نمی خواند و روزه هم نمی گیرد نماز نمی خواند و روزه هم نمی گیرد رواه البخاری و مسلم هفتم قالت معاذه رضی الله عنها سألت عائشة رضی الله عنها صحابیه کریمه به اسم معاذه رضی الله عنها از بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها سوال کردند ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة چرا یک همشیره ای که تکلیف موار را داشته باشد قضایی روزه را می گیرد و قضایی نماز را نمی خواند چرا قضایی روزه را می گیرد و قضایی نماز را نمی خواند قالت رضی الله عنها بی بی عایشه رضی الله عنها جواب دادند
كان يصيبنا ذلك مهم چون همشري مسلمان است بمي تكليف بمي تكليف موار آغشته می شدیم و مریض می شدیم فنؤمرو بقضاء الصوم ولا نؤمرو بقضاء الصلاة و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را اجازه می دادند یا امر می کردند که روزه قضایی خود را بگیریم قضایی روزه را بگیریم و هم ما در قسمت نماز در قسمت قضایی نماز ما را امر نمی کردند نماز قضایی ندارد و روزه قضایی دارد برای همشیره مسلمانی که در تکلیف یا مریضی موار خود باشد رواه البخاری و مسلم اشتم و قوله تعالی لا یمسه الا المطهرون سوره الواقع قرآن کریم را لمس نمی کند مگر آن کسی که طاهر باشد پاک باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يمس احد القران الا وهو طاهر رواه النسائي والبيهقي قران كريم را لمس نمي كنيد مگر انكي شما پاک باشيد طاهر باشيد و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقرا الحيض ولا الجنب شيئا من القران رواه الترمذي خانمی که تکلیف حیض یا تکلیف موار خود را داشته باشد و کسی که سرش غسل جنابت گشته باشد قرآن کریم را از روی نمی خواند لمس نمی کند قرآن کریم را مگر اینکه پاک گردد و غسل بگیرد نوم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند اینی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب رواه ابو داود اجازه نیست از لحاظ شرعی که همشیره ای که تکلیف موار خود را داشته باشد و کسی که سرش غسل جنابت گشته باشد که در مسجد داخل گردد به هدف عبادت به هدف نماز یا ذکر یا تلاوت حلال نیست برای کسی که سرش غسل گشته باشد که داخل مسجد گردد به هدف عبادت مگر این که غسل کند خود را پاک نگاه کند دوم قالت عائشه رضی الله عنها نعم النساء نساء الانصار بهترین خانم ها خانم های انصار کرام بودند لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين رواه مسلم مساله حیا مساله حیا مساله شرم مانع نمی گردید ایشان را که دین خود را بیاموزند در مسائل دین حیا ذکر نشده است و مسائل دین و فقه دین و فهم دین بسیار مهم می باشد در پرده در چوکات به الفاظ خوب کلماتی که ذکر می گردد مسائل حیا و ادب و احترام می باشد در آن اما مسائلی است که باید ذکر گردد بالخصوص هنگامی که درس مخصوص را می داشته باشیم برای طبقه اوناس انشاءالله بهترین خانم ها خانم های انصار کرام بودند صفتشان را به بی عایشه صدیقه رضی الله عنها کرده است فرموده اند که لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين حیا ایشان را مانع نمی گردید که فهم دین فقه دین را داشته باشند و سوالات خود را ادا نمایند یازدهم قالت ام عطیه رضی الله عنها صحابیه جلیله با اسم ام عطيه رضي الله عنها فرمودند كنا ننهى وفي روايه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما نهي شديم در روايه ديگري پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما را نهي كردن كي با جنازه حاضر گردیم خانم ها را همشیره های مسلمان را پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده در وقت دفن جنازه که به جنازه حاضر شوند اما برفتن زیارت قبر بعد از مراسم جنازه روزهای بعدی اجازه شرعی است برای مردها و خانمها چون پند میگیرند و تذکر مرگ می باشد و تذکر آخرت در رفتن به عدیره می باشد ولم يعزم علينا باز زیاد پافشاری نمی کردن در قسمت نهی و هو نهی تنزیح
نهی تنزیهی می باشه و حدیث مبارک متفق علیه و الامام النووی رحمت الله علیه صاحب کتاب ریاض الصالحین در شرح حدیث مبارک در قسمت جمله اخیر که پافشاری بیشتر یا زیاد سر ما صورت نمی گرفت ذکر کرده اند که معناه به این معنی می باشد ولم یشدد فی النهی کما یشدد فی المحرمات، بسیار زیاد به شدت نهی نکردند مانند که در مسائل محرمات نهی می کردند. نهی شدیم اما به شدت نی. یگان خانم ها وقتن فوقتن به جنازه حاضر می شدند اما عادت دائمی همشیره مسلمان یا همشیره های مسلمان نمی باشد که در وقت جنازه حاضر باشند و اگر حاضر شدند زیاد سرشان پافشاری همچنان ذکر نشده است. امکان داره که در یک گوشه و کنار استاد شوند و دعا کنند. از کتاب ریاض الصالحین و همچنان از کتاب سابقه که ذکر کردیم حدیث مبارک متفق علیه می باشد والله اعلم. دوازدهم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، رواه البخاری و مسلم. خانم ها را شما مانع نگردید که به مساجد حاضر شوند، در قسمت نماز، ذکر و عبادت سهم بگیرند، در مساجد حاضر شوند بالخصوص هنگامی که پاک می باشند. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، خانم ها را مانع نگردید که به مساجد حاضر شوند. سیزدهم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا طال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا، رواه البخاری و مسلم. اگر شما به سفر بودید شرایط سابقه اما در شرایط فعلی آسایش بیشتر ذکر می گردد. اگر شما مسافر بودید بالخصوص در شرایط سابقه از طرف شب به خانه هایتان دفتن نبیایید، از طرف شب دفتن به خانه هایتان داخل نشوید، به علت این که خانم هایتان تیاری داشته باشند به استقبال شما و خانه را جمع کنند، پاک کنند، ممکن طعام را برای شما تهیه کنند و خود را غسل بگیرند، پاک نگاه کنند و لباس خوب را ممکن بپوشند برای شما. اذا طال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا، اگر شما به سفر طولانی رفتید دوباره به خانه هایتان بر میگشتید از طرف شب دفتن به خانه هایتان داخل نشوید. از جابر رضی الله عنه روایت شده فرمودند که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم او يطلب عثراتهم، رواه مسلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده که یک شخصی از سفر طولانی برگردد به خانه خود داخل گردد، ممکن تجسس داشته باشد که در خانه او کی می باشه و خانمش به کدام شکل می باشه و گمان بد را سر خانم خود داشته باشه یا پشت اشتباهات مردم یا همسایه یا خانم خود بگردد. از ضمن مسائلی که در آن به اعتباری می باشه یا گمان بد می باشه خودداری نمایید. و سبب النهی ان نبی صلی الله علیه و سلم قال کی تستحد المغیبه و تمتشط الشعثه، به اینکه خانم های شما تیاری خود را بگیرند، ممکن سر خود را شانه کند، لباس پاک را بپوشد، زینت و آرایش خود را داشته باشد، خانه را پاک نگاه کند یا پاک کند و طعام را برای شما تهیه نمایند و استقبال شما را به شکل درستی نمایند. اما در شرایط فعلی آسایش به این قرار است که مسئله تلفن است، برای خانم های خود تلفن می کنند که به کدام ساعت به خانه حاضر می شوند. حدیث مبارک رواه البخاری و مسلم. پانزدهم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلت المرأة خمسها، اگر یک خانم مسلمان پنج وقت نماز خود را ادا نماید و صامت شهرها و ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و حصنت فرجها و شرمگاه خود را حفاظت نماید و اطاعت زوجها و طاعت شوهر خود را داشته باشد قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت، براش گفته می شود که از هر دروازه بهشت که خواسته باشی داخل بهشت شو.
از هر دروازه بهشت که خواسته باشی داخل بهشت شو. رواه الامام احمد و ابن حبان. اگر یک همشیره مسلمان 5 وقت نماز خود را ادا نماید و ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و شرمگاه خود را حفاظت نماید و طاعت شوهر خود را داشته باشد داخل بهشت میگردد از هر دروازه بهشتی که انتخاب نماید. رواه الامام احمد و ابن حبان. 16. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. يك همشيري مسلمان نفقه راكي في سبيل الله تقدم دارت از خانه خود از خانه شوهر خود با اجازه شوهرش باید باشد. از مال شوهرش هنگامی که مال را صدقه یا زکات تقدیم می دارد اجازه شوهر خود را باید بگیرد. قیل یا رسول الله ولا الطعام. سوال شد که رسول الله اگر طعام را تقدیم دارد برای کسی چطور است؟ فرمودن که ذلك افضل اموالنا. طعام از ضمن بهترین مال همچنان ذکر شده. طعام هم مال است، نفقه است. و خانمی که صدقه را تقدیم می دارد از خانه شوهرش با اجازه شوهرش باید باشد. رواه و ترمذی و ابو داود و ابن ماجه. مگر اینکه اتفاقی بین شوهر و خانم باشد که خانم اجازه دارد که صدقه و خیرات را تقدیم دارد، با شرط نیست که هر باری که صدقه را تقدیم دارد از شوهر خود اجازه بگیرد. اگر به شکل توافقی بین شوهر و خانه، شوهر و خانم مشترک خانه توافقی باشد که پروا ندارد اگر من صدقه را تقدیم می دارم یا تو صدقه را تقدیم می داری، پروا ندارد، اجازه مطلقی را می داشته باشد. در غیر از آن از شوهر خود اجازه می گیرد هنگامی که تصرف را در مال شوهر بالخصوص می داشته باشد. افدوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر. برای بشر، برای انسان اجازه نیست که برای انسان دیگری سجده کند. برای بشر اجازه نیست که برای بشر دیگری سجده کند. ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر. اگر اجازه می بود که یک انسان برای یک انسان دیگر سجده می کرد لامرت المرأه ان تسجد لزوجها. خانم را امر می کردم که برای شوهرش سجده کند، اما اجازه نیست. حلال نیست که یک انسان برای یک انسان دیگر سجده کند. اگر اجازه می بود خانم را امر می کردم که برای شوهرش سجده کند. من عظم حقه علیها، چون شوهر حق زیاد را سر خانم خود دارد. رواه الترمذی و ابن ماجه و الامام احمد. وصیت اجده یا صحبت اجدوم ان خیره. خانم صالحه از ضمن صحابیات کریمات امرأة کعب ابن مالک، خانم کعب ابن مالک رضی الله عنه و رضی الله عنها، اتت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد. بحلی لها، زیورات طلا داشت، انگشتر بود یا کره بود یا لاکت بود، زیورات خود را آورد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقالت انی تصدقت بهذا. این زیورات خود را، طلا یا نقره خود را در راه خداوند صدقه می نمایم یا رسول الله. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یجوز لامرأة عطیه الا باذن زوجها. برای یک خانم جایز نیست که بدون اجازه شوهر خود زیورات خود را، طلا و نقره خود را در راه خداوند صدقه نماید. فهل استأذنت کعبا؟ آیا از شوهر خود، از کعب ابن مالک رضی الله عنه اجازه گرفتی؟ قالت نعم. گفت که بله، خبر دارد از این موضوع و موضوع مشترکی است که همیش مشوره میکنیم. بله خبر دارد، اجازه او را گرفتیم. فبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم الى کعب ابن مالک رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخص را فرستاد که از زبان خود کعب ابن مالک رضی الله عنه بشنود. فقال هل اذنت لخیره ان تصدق بحلیها. آیا برای خانم خود، برای خیره، اجازه دادی که زیورات خود را، ممکن زیادی بوده باشد، زیورات خود را در راه خداوند صدقه و خیرات نماید؟ فقال نعم.
گفت که بله اجازه دادیم سر از این موضوع مشوره کردیم و صحبت کرده بودیم به یک توافقی رسیده بودیم که طلای خود را در راه خداوند صرف نماید. فقبله رسول الله صلی الله علیه و سلم منها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را از این خانم صالحه قبول کرد. حدیث صحیح رواه ابن ماجه. نزدوم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند لا يجوز لامرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. برای یک خانمی که مال خودش باشد، برای یک خانمی که مال خودش باشد، طلا و زیورات خودش بود، مال خودش باشد، برایش اجازه نیست تا وقتی که شوهر داشته باشد، در نکاح شوهر باشد، از شوهر خود اجازه میگیره. مسئله احترامی است، کدام مسئله دیگری نیست، مسئله احترامی متقابل می باشد. حدیث صحیح رواه ابن ماجه ایضا. احترام می باشه، برای شوهر خود می گوید که این مال را دارم، اجازه است، نظر تو چطور است؟ آیا برای درست آن را صرف می نمایم یا برای درست آن را صرف نمی کنم؟ دوستم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. برای یک همشیره مسلمان اجازه نیست که روزه بگیرد، مسئله روزه نفلی روزه بگیرد و شوهرش حاضر باشد، مگر اینکه شوهرش خبر داشته باشد، مگر اینکه شوهرش خبر داشته باشد. و معلوم دار گپ است که در قسمت طاعت خداوند و رسولش شوهر نباید که ممانعت کند، خانم خود را تشویق نماید، اما باز هم مسئله احترامی متقابل می باشد. رواه البخاری و مسلم. 21. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر فرد شما مسئولیت را دارد، و الامیر راع، یک امیر رعیت را دارد و مسئولیت را دارد، و الرجل راع على اهل بیته، و یک مرد در خانه خود مسئولیت را دارد، در خانه خود مسئولیت را دارد، و المرأت راعیه على بیت زوجها و ولده، و همچنان خانم مسئولیت را دارد در خانه شوهرش، در قسمت خود شوهر، در قسمت اولادهایش مسئولیت را دارد و رعایتشان را باید ادا نماید. فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر فرد شما راع می باشید و مسئولیت را می داشته باشید، صاحب رعیت می باشید، صاحب مسئولیت می باشید، هر فرد شما، هر انسان در جایش. رواه البخاری و مسلم. شوهر هم مسئولیت داره و خانم هم مسئولیت را می داشته باشد در یک خانه مسلمان. 22. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. خداوند مهربان نظر نمی نماید به طرف خانمی که از شوهر خود تشکر ننماید یا قدردانی یا شکرگزاری شوهر خود را نداشته باشد. خداوند نظر نمی کند به طرف آن خانمی که شکرگزاری شوهر خود را نداشته باشد و در وقتی که محتاج به شوهرش بالخصوص هم می باشد، مسئله نفقه او، مسئله خانه او و نفقه و مسکن و لباس او می باشد. رواه النسائی و صححه الالبانی رحمت الله علیه. على المرأة ان تشکر زوجها. و خانم باید که از شوهر خود تشکر نماید، قدردانی نماید. لما يجلب لها من طعام وشراب وثياب. طعام را و نوشیدنی را و لباس را برایش تهیه می نماید. و غیر ذلك مما هو في قدرته. و مسائل غیره که در قدرت شوهر می باشد، خانم باید است که تشکر نماید از شوهرش، و شوهر باید که طعام را و نوشیدنی را و لباس را به اندازه توان خود به همسر خود، برای خانم خود باید تقدیم دارد و کوتاهی نداشته باشد و احساس مسئولیت را در یک خانه خود داشته باشد. عالم فاضل می فرماید ان المرأة اذا خرجت من داره بغیر اذنه فلا نفقه لها ولا کسوه. و اگر یک خانم از خانه شوهر خود بدون اجازه او قار می شه و می برایه، پس سر شوهر نفقه و کسوه، لباس او نمی باشد،
سر شوهر خود حق نمی داشته باشد که نفقه او را تقدیم دارد به یکی از خانه شوهر برآمد، به قار برآمد. ممکن نیت جدایش را داشته باشد. 23. بسم الله الرحمن الرحیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. سوره النساء آیت مبارک 34. خانم های صالح، خانم هایی که قلب هایشان با خداوند مهربان پیوند می باشه و خانم هایی که اسرار زوجی را حفاظت می نمایند. حافظات للغیب بما حفظ الله، اسرار زن و شوهری، اسرار زوجین در یک خانه آن را حفاظت می نمایند و افشا نمی کند اسرار زوجی را، اسرار زن و شوهری را برای مردم بیگانه و قصه خانه خود را، اسرار خانه خود را افشا نمی کند. 24. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تنکح المرأة لأربع. هنگامی که طلبگار می رود به نزد یک همشیره، نزد یک خانم، از خاطر چهار علتی می خواهد که با او ازدواج کند: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. یا اینکه خانم صاحب مال است، یا اینکه صاحب حسب یا نسب یا فامیل، قوم و قبیل خوبی می داشته باشد، و یا اینکه صاحب حسن و زیبایی، جمال می داشته باشد، و یا اینکه خانم صاحب دین می باشد. صاحب دین، فظفر بذات الدین تربت یداک. پشت صاحب دین بگرد، همشیره صالحه، همشیره مؤمنی که صاحب دین باشد، در جستجوی آن باش، خدا آن برکت را به نصیبت می گرداند. 25. و صحبت یا وصیت اخیری که ذکر می‌گردد در درس امروزه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امراه فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. از ضمن گناهان کبیره نزد خداوند مهربان، یک انسانی که ازدواج میکنه با یک خانم، مرد طلبگار میایه با یک خانم ازدواج میکنه و او را وعده میدهد که مهر تو را برای تقدیم میدارم، و هنگامی که با هم یک جای میشوند بعدا او را طلاق میدهد و مهرش را برایش تقدیم نمیدارد. خانم بیچاره را فریب میدهد، مهرش را برایش تقدیم نمیدارد و او را طلاق میدهد. از ضمن گناهان کبیره می باشد. و رجل یستعمل رجلا فذهب باجرته. و یک شخص، یک شخص را اجیر می گیرد، مزدور یا خدمتکار می گیرد و کار خود را سرش تکمیل می کند، بعدا اجوره او را برایش تقدیم نمی دارد. از ضمن گناهان کبیره می باشد. و آخر یقتل دابتا عبثا. و یک شخص دیگر یک حیوان بیچاره را می کشد، حیوان بیچاره را تعذیب می کند و او را می کشد، از ضمن گناهان کبیره می باشد. عبس می کند، ساتری و عبس، یک حیوان بیچاره را آزار می دهد و او را به قتل می رساند، از ضمن گناهان کبیره می باشد. رواه الحاکم. شاهد صحبت ما شما که انسان نباید که همسر خود را فریب دهد، او را وعده می دهد که مهر تو را برای تقدیم می دارم، یا نفقه تو را، یا شرط و شرایط ازدواج، خانه یا موتر یا تعلیم، هر مسئله ای که باشد، و بالاخره خانم بیچاره خود را فریب دهد و او را طلاق دهد و مهر او را یا وعده هایی را که کرده باشد همه آن را به آن وفا نکند و خانم بیچاره خود را طلاق دهد و جدا شوند، از ضمن گناهان کبیره می باشد. و فریب دادن هیچ کسی در اسلام جایز نیست و یک ظلم بزرگ می باشد و گناه کبیره می باشد. برادران و خواهران مسلمان، به تلاوت چند آیت مبارک با هم یک جا گوش می گیریم، بعدا برمی گردیم به چند نصیحت خوب برای همشیره های مسلمان در درس امروزه به عنوان درس للنساء، درس خاص برای همشیره های مسلمان انشاءالله. لطفا با ما باشید. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين.
وتوكل على العزيز الرحيم. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، ایتها الاخوات المسلمات الصالحات، ای همشیره های مسلمان، همشیره های صالح و فاضل، حافظوا علی صلواتکم، حفاظت داشته باشید سر مسئله نمازهایتان. کلمات زیبا و پندهای خوب و موعظه حسنه در ختام درس ما بالخصوص برای همشیره های مسلمان تقدیم میگردد. حافظوا على صلواتكم، برمزهایتان حفاظت داشته باشید. والذین هم على صلواتهم يحافظون، کسانی که حفاظت دارن سر نمازهایشان. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا، ای کسانی که ایمان آورده اید ذکر خداوند را داشته باشید همیش. همشیره های مسلمان می توانند که از وقت خود استفاده نمایند و ذکر خداوند مهربان را همیش داشته باشند. وحرسنا على تلاوة القرآن الكريم وحفظ سوره، وحريص باشد سر تلاوة القرآن الكريم وسورهاي القرآن الكريم را حفظ نمايد. وعليكن بالحياء والستر والحجاب، وصاحبان حياء صاحبان ستر وحجاب باشد. همشيرهاي مسلمان صاحبان حياء صاحبان ستر و صاحبان حجاب باشید. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما چیزی را از خانم ها می خواستید، خانم ها باید پشت پرده یا با پرده و با حیا و با حجاب باشند. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، همشیره های مسلمان نباشید مانند اهل جاهلیت واری که قبل از اسلام لباس های خود را مراعات نمی کردند، بی ستر و بی سیرت بروی زمین را می رفتند. و لباس با ستر را داشته باشید و حجاب اسلامی خود را مراعات نمایید. فإن للمرأة المسلمة لباسها، خانم مسلمان از خود لباس می داشته باشد. و عاداتها، و از خود عادتهای را می داشته باشد. و هویتها، و از خود هویت را می داشته باشد. همشیره مسلمان از خود لباس دارد، از خود عادت دارد، از خود هویت دارد. و علیکن بتربیت ابنائکن تربیت اسلامیت سلیما، و متوجه تربیه فرزندانتان باشید تربیه اسلامی صحیح و درستی. وعليكن بمراعاة حسن الخلق مع أزواجكن وأهل بيتكن، أي أمشيرهاي مسلمان مراعاة حسن خلق را داشته باشید با شوهرهایتان، با أهل بيتتان، با شوهر و با أهل بيت، با أولادهایتان اخلاق خوبی را همیش داشته باشید. و حافظن على نظافت ابدان کن و بیوت کن، و نظافت بدن و نظافت خانه تان را مراعات داشته باشید، مراعات نمایید. خانه تان پاک باشد، نفس های تان، بدن تان پاک باشد. فإن النظافت و الطهارت شطر الایمان، نظافت و طهارت جزء ایمان می باشد. و هی من اخلاق المسلمین و عاداتهم، و نظافت از ضمن اخلاق مسلمان ها و عادت های اسلامی حمیده می باشد. خانه تان پاک باشد، منظم باشد، و لباس تان پاک باشد، و همچنان در قسمت نظافت بدن تان مراعات داشته باشید، بالخصوص در یک فامیل مسلمان. إن رأيتن ما تكرهن من أزواجكن فعليكن بنصحهم وتذكيرهم بما يليق برجل مسلم، اگر از شوهرتان، از شوهرهایتان شما عادتهای خراب را دیدید، نصیحت خوبی را در جریان بگذارید و عادتهای قبیحه شوهرهایتان را به عادتهای حمیده مبدل بگردانید، به آن عادتی که مناسب باشد برای یک فرد مسلمان در یک خانه مسلمان. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این آیت مبارک تنها برای مردها نیست، برای خانمها همچنان ذکر میگردد. و وصیتی که در آن حق باشد و وصیتی که در آن صبر باشد، مسائل مهمی که به ارتباط حق و صبر می باشد در یک فامیل مسلمان همیش می باشد.
واتركنا الثرثرة والإطالة في الحديث دون ما نفع در مسائلك در آن منفعت نباشا. زبانتان را حمایت و کنترل نمایید و صحبت کردن زیاد و صحبت طولانی به درد انسان نمی خورد. و بالخصوص در مسئله تلفنی که ذکر می گردد، بعضی همشیره ها ممکن عادت های خوبی را نداشته باشند، از ضمن صحبت کردن صحبت های طولانی را می داشته باشند که در آن منفعتشان نمی باشد. ممکن شوهر از این مسائل ناراض گردد. صحبت هایتان را مختصر بگیرید و خیر الکلام ما قل و دل، و بهترین صحبت آن می باشد که کم باشد و دلالت و مفهوم خود را برساند. ولا یغتب بعضكم بعضا و غیبت یکدیگرتان را نکنید. و فی حدیث در حدیث مبارک ذکر گرده، و کره لکم قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال، خداوند مهربان کراهیت می ورزد از قیل و قال، صحبت هایی که در آن منفعت نباشد، صحبت های طولانی و بی جایی که باشد، و سوال های زیادی را که انسان سوال میکنه، خود را و دیگران را مشکوک میسازند در امورات دینشان، و کسانی که مال خود را ضایع میکنند، مال خود را در آن اسراف میداشته باشند، و اضاعت المال، کسانی که مال خود را ضایع میکنند. قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال، قیل و قال، صحبت های زیادی و سوال های زیادی و کسانی که مال خود را ضایع می کنند. خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلام آن می باشد که کم باشد، مختصر مفید باشد. و این صحبت برای هر فرد مسلمان در یک فامیل مسلمان می باشد، برای خانم و همچنان برای مردها می باشد. نفعنی الله و ایاکن بهذه النصائح القیمه و بارک الله فیکم اجمعین. مرا و شما را همه را خداوند مستفید بگرداند از مانندی این صحبت های خوبی و نصیحت های خوبی و وصیت های زیبای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بالخصوص. و خداوند برکت را در خانه هایتان، در اولاد هایتان، در نفس هایتان اضافه بگرداند. برادران و خواهران مسلمان، 50 وصیت زیبای در این کتاب ذکر گردیده است از ضمن وصایای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، بالخصوص برای همشیره ها، برای خانم ها. و درس خوبی را داشتیم، درس للنساء، درس خاصی برای همشیره های مسلمان. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از این 50 وصیتی که ذکر شد. 25 موعظه حسنه یا وصیت خوبی را انتخاب کردیم، سر آن کار کردیم در درس امروزه. برادران و خواهران مسلمان، ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید. تا روز چهارشنبه آینده با درس جدیدی آینده انشاءالله با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.